من میام کد برنامه رو اجرا میکنم ببینیم خروجیمون به چه شکل هست. خب همونطور که میبینید چنین طرحی در نهایت برای ما حاصل میشه. سلام، من نیما هیدری نسب هستم و در این ویدیو قرار طرحی رو در محیط پروسسینگ با هم دیگه پیاده سازی بکنیم با به کارگیری مفاهیم شیء‌گرایی در پایتون و البته کمی هم توابع مثلثاتی. قرار هست دایره هایی رو در نظر بگیریم توی طرحمون و روی محیط اونها یک سری نقاط رو به شکل رندوم در نظر بگیریم و در نهایت اون نقاط رو با یک سری خطوط به هم دیگه متصل بکنیم. البته برای رسم این خطوط از توابع کمکی خود پروسسینگ بهره میگیریم. خب بریم این طرح رو با هم دیگه پیاده سازی بکنیم. اول خوبه که چند تا مورد رو با هم دیگه به طور کلی در نظر داشته باشیم. اینکه اولا چند تا از این دایره ها قرار داشته باشیم توی طرحمون و اونها رو در نظر بگیریم و اینکه ببینیم بعد از اینکه خواستیم این دایره ها رو در کنار هم دیگه رسم بکنیم آیا لازم هست یک فاصله ای از گوشه تصویر داشته باشیم یا نه، از گوشه صفحه برنامه‌مون که حالا اصطلاحا بهش گفته میشه پدینگ. پس این سه مقدار رو در ابتدا با هم دیگه در نظر میگیریم. خب من ابتدا میام این سه تا مقدار رو به صورت سه تا متغیر تعریف میکنم. خب دو تا متغیر تعریف میکنم به اسم N و M که مشخص میکنه تعداد سطرها و ستونهای من چقدر است. عملا من قراره که یک جدولی داشته باشم به عنوان N در N و در اونها توی هر خونهش یک دایره رو رسم میکنم که البته اون دایره هم به شکل عادی نخواهد بود. خب من میام N رو برای مثال در اینجا برابر با 12 قرار میدم، M رو هم به همین شکل، اون رو هم برابر با 12 قرار میدم و یک مقدار پدینگ میخوام در نظر بگیرم، مثلا اون رو برابر با 20 پیکسل قرار میدم. یعنی قراره بیام چیکار میکنم؟ قراره بیام دایره هایی که رسم میکنم یا اون جدولی که در نهایت دارم قراره که 20 پیکسل از گوشه های صفحه برنامه هم فاصله داشته باشه. پس میام متغیر تحت عنوان پدینگ هم تعریف میکنم با مقدار 20. در اینجا میتونیم بیایم یک لیست در نظر بگیریم برای ذخیره سازی اشیایی که از هر کدوم از اون دایره ها قراره نگهداری بکنیم. برای مثال من قراره در ادامه بیام کلاسی تحت عنوان گرید تعریف بکنم که بیانگر هر کدوم از اون دایره ها هست و برای اون دایره ها خب یه سری ویژگی ها یه سری اتریبیوت قراره در نظر گرفته بشه، مثلا اینکه مختصات x و y شون کجا هست یا اینکه شعاعشون به چه اندازه ایه. خب من میام ابتدا یک لیست در نظر میگیرم، جدولم قراره N در M باشه، بنابراین من باید یک لیستی در نظر بگیرم این تعریفش بکنم که ابعادش N ضرب در M باشه. خب ببینیم برای تعریفش باید به چه شکل عمل بکنیم. چنل اینورس رو سابسکرایب کنید. من میام اینجا یک متغیر تعریف میکنم تحت عنوان grid و میخوام اون لیستم رو تعریف بکنم. خب این لیست من قراره به صورت دو بعدی باشه، یعنی لیستی از لیست ها. حالا ببینیم اینو به چه شکل میشه تعریف کرد. اول من میام اون لیست های درونی رو تعریف میکنم. حالا مقدار اولیه‌ای که توی اون لیست ها هست رو نان در نظر میگیرم. خب من لیست های درونیم قاعدتاً امتایی هستند، یعنی امتا مقدار داخل هر کدومشون هست. من میتونم بیام با استفاده از این سینتکس در پایتون مشخص بکنم که یک لیستی دارم که مقدار نان یا همون مقدار هیچی، مقدار خالی در اون M بار تکرار شده و در ادامه حالا میخوام بگم همین مورد N بار تکرار بشه. میتونم بیام چیکار بکنم؟ میتونم بیام از قابلیتی در پایتون تحت عنوان لیست کامپریهنشن استفاده بکنم، به این شکل که میام همون براکت باز و بسته رو مینویسم و در اینجا اون مقداری که داشتم رو ذکر میکنم، همون مقدار قبلی و در ادامه می نویسم for، حالا یک شمارنده هم در نظر میگیرم مثلا به اسم i و میگم این رنج مثلا n که حالا قرار هست n بار تکرار بشه. بنابراین من در نهایت یک لیست n در m خواهم داشت. خب حالا بریم اون کلاسمون رو تعریف بکنیم. من میام با استفاده از کلید واژه کلاس کلاس گرید رو تعریف میکنم، می‌نویسم کلاس گرید. حالا لازمه که بیام در ابتدا یک
کانستراکتور یا همون متد سازنده براش تعریف بکنم که توی پایتون با استفاده از متد دابل اندرسکور اینیت میشه این کار رو انجام داد که یک ماجیک متد هست. میام میگم دیفاین بکن اینیت رو به این شکل، یعنی در ابتدای اسمش و انتهای اسمش بعد دوتا اندرسکور بیاد و در ادامه پارامترهایی که باید براش تعریف بشه که میدونیم اولین مقدار باید برابر با سلف باشه و در ادامه پارامترهای دیگهی که قراره بهش پاس بدیم موقعی که میخوایم یک گرید بسازیم. خب من برای هر کدوم از اون دایره ها میخوام بیام ابتدا یک مختصات x در نظر بگیرم، یک مختصات y در نظر بگیرم و بیام یک شعاعی براشون در نظر بگیرم. پس میام به ترتیب x و y و r که همون مخفف radius هست رو در نظر میگیرم و توی بدنه این کانستراکتور میام پراپرتی های این کلاس رو مقدار‌دهی میکنم. میگم self.x برابر بشه با همین xی که پاس دادیم به کانستراکتور، self.y برابر بشه با این yی که پاس دادیم و self.r هم به همین شکل. خب و در ادامه میخوام بیام متدی تعریف بکنم روی این گرید تحت عنوان display که مشخص میکنه که هر زمان که این متد فراخوانی میشه قرار هست این دایره من رسم بشه که حالا گفتیم با چه منطقی یک سری نقاط به شکل رندوم روی محیط یک دایره ای در نظر گرفته میشه. حالا میشه یک سری پارامتر هم پاس داد، یعنی یک سری پارامتر من بیام تعریف بکنم برای این دیسپلی که مشخص بکنه قرار چند تا نقطه به صورت رندوم در نظر گرفته بشه. حالا از اونجایی که ما یک گرید داریم عملا و من میتونم شماره سطح و شماره ستون رو در نظر بگیرم، میتونم بیام هر دوی این مقادیر رو به عنوان پارامتر تعریف بکنم و در قالب آرگومان دریافتشون بکنم و بیام از حاصل ضرب این دو تا عدد در همدیگه استفاده بکنم. پس میام تابع دیسپلی رو به این شکل تعریف میکنم. خب همونطور که میدونیم مقدار سلف به عنوان پارامتر اول باید تعریف بشه و در ادامه میام یک پی و یک کیو در نظر میگیرم که همون شماره سطح و شماره ستون هست که قرار در ادامه از این استفاده بکنم. حالا ببینیم که در اینجا باید چیکار بکنیم. خب از اونجایی که من میخوام بیام یک سری تبدیلات هندسی اعمال بکنم، مثلا بیام عملا شروع مختصاتم رو برابر با مرکز اون دایره قرار بدم و بعداً در ادامه قرار هست که این تغییرات عملا آندو بشن، لازم هست که بیام از توابع پوش ماتریکس و پاپ ماتریکس استفاده بکنم. پس میام ابتدا می نویسم پوش ماتریکس و در نهایت هم یک پاپ ماتریکس می نویسم و قراره که کدی که می نویسم اینجا عملا نوشته بشه. خب ببینیم کدی که باید بنویسیم چیه. منطقی که گفته شد خیلی ساده است. من بیام چیکار بکنم؟ بیام به تعداد مثلا فرض کنید حاصل ضرب پی در کیو به این تعداد یک سری نقاط رندوم روی دایره ای به شعاع آر در نظر بگیرم. حالا مبدا مختصاتم قرار هست کجا باشه؟ اینو قاعدتا باید بیام با یک تبدیلی تحت عنوان انتقال عملا اعمالش بکنم. پس میام با استفاده از تابع translate این انتقال رو انجام میدم. خب ببینیم مقدار x مون قراره چند واحد افزایش پیدا بکنه. قاعدتا خب این xی که میدیم عملا میتونیم بگیم گوشه بالا سمت چپ اون مربع یا مستطیلی خواهد بود که عملا دایرمون داخلش محاط میشه. خب پس من میام به اندازه x به علاوه اون شعاعی که داریم میام به سمت راست، پس اینو جمعش میزنم با مقدار r و برای مشخص کردن انتقالی که توی محور عمودی دارم مشابه همون محور افقی عمل میکنم، میگم self.y به علاوه self.r و همین سادگی. و در ادامه میام چیکار میکنم؟ حالا میخوام بیام اون نقاط رو به صورت رندوم در نظر بگیرم. خب میتونم بیام دو تا حلقه تو در تو بنویسم، میگم for i in range. حالا رنجش رو بخوام مشخص بکنم دست خودمه. همونطور که گفته شد خب قرار هست از حاصل ضرب پی و کیو استفاده بشه یا حتی میشه این رو در قالب یک حلقه هم نوشه، نیازی به پیاده سازی دو تا حلقه میتونیم بگیم که وجود نداره.
میتونم بیام از حاصل ضرب پی و کیو استفاده بکنم. اما حواسمون باشه با توجه به اینکه شمارش توی برنامه‌نویسی حداقل توی زبان پایتون از صفر آغاز میشه، لازمه که من بیام این پی و کیو رو به علاوه یکشون رو در نظر بگیرم، چرا که میخوام توی زمانی که میخوام بیام توی سطر شماره صفر و ستون شماره صفر یک دایره رسم بکنم، میخوام حداقل یه دونه خط رسم بشه دیگه قاعدتا، و نمیخوام که عملا صفر ضرب در صفر صورت بگیره و هیچ خطی رسم نشه. پس من میام چیکار میکنم؟ میگم پی به علاوه یک ضرب در کیو به علاوه یک، به این شکل. خب حالا میخوام بیام اون مختصات ها رو مشخص بکنم. یه ایکس و وای دارم و یک شعاع هم دارم. خب ایکس و وای رو که باش کاری نداریم چون یک ترانسلیشن عملا انجام دادیم، اما برای مشخص کردن اون نقطه ای روی دایره که قرار رسم بشه ببینیم باید چی کار بکنیم. خب یه راه ساده اینه که بیام از توابع مثلثاتی استفاده بکنیم. من میتونم بیام از سینوس و کوسینوس استفاده بکنم برای اینکه مشخص بکنم مقدار ایکس و وای اون نقطه ای که روی دایره قرار هست باشه کجاست. خب برای محاسبه مختصات ایکسش، یعنی مؤلفه ایکس مختصات نقطه ای که داریم، میتونم بیام شعاع رو ضرب در کوسینوس یک زاویه بکنم که حالا اون زاویه قاعدتا باید به صورت رندوم تولید بشه. خب پس من میام چیکار میکنم؟ میام از کوسینوس استفاده میکنم ضرب در اون آری که دارم، اون شعاعی که دارم، و خب زاویه ای که به کوسینوس باید بدم هم یک عدد رندوم خواهد بود، که البته با توجه به اینکه میدونیم سینوس و کوسینوس توی گرافیک رایانه ای با واحد رادیان کار میکنن و نه درجه، لازم هست که بیایم یک عددی بین 0 تا 2 پی، یعنی دو برابر عدد پی، پاس بدیم به عنوان زاویه ورودی توابع مثلثاتی. به چنل اینورس سابسکرایب کنید تا صدها ویدئوی آموزشی رایگان رو از دست ندید. پس من میام چیکار میکنم؟ میام یک مختصاتی در نظر میگیرم، مثلا میگم point underscore x من برابر با چی؟ برابر با شعاع من که همون self.r هست ضرب در کوسینوس یک زاویه. حالا زاویه رو خوب قبلش بریم محاسبه بکنیم، چرا که قرار هست از اون زاویه توی سینوس برای محاسبه مؤلفه وای اون نقطه هم استفاده بکنیم و عملا حسابش بکنیم. پس خوبه قبل از اینکه این خط رو تکمیل بکنیم بیایم اون عدد رندوم رو جنریت بکنیم. مثلا من میگم انگل یا همون زاویه برابر است با یک عدد رندومی بین 0 تا 2 پی. برای این کار از تابع رندوم استفاده میشه توی پروسسینگ و من میام عدد 2 ضرب در پی رو بهش پاس میدم. خب اینجا میبینید که من پی وای رو به این شکل نوشتمش و این چیزی هم هست که توی پروسسینگ به صورت بیلت این یا دیفالت تعریف شده و من میتونم خیلی راحت ازش استفاده بکنم. و اومدم پی رو ضرب در 2 کردم. حالا 2 پی منظورمون چی هست؟ توی حالا سیستم درجه اگر واحد رادیان رو در نظر بگیریم، هر پی رادیان برابر با 180 درجه خواهد بود. و چون اینجا گفتیم 2 ضرب در پی، عملاً اومدیم 360 درجه رو در نظر گرفتیم. انگار که اومدیم گفتیم یه زاویه رندوم به ما بده بین 0 تا 360 درجه. خب پس این شد از زاویه‌مون و من میام مقدار انگل رو به عنوان ورودی تابع کوسینوس پاس میدم بهش و میام وای رو هم مشابه ایکس محاسبه میکنم، میام self.r، اما این بار میام از سینوس استفاده میکنم که بیاد عملا به من بگه من به ازای این زاویه چقدر قراره به صورت عمودی فاصله بگیرم از مبدعی که دارم، و میام انگل رو بهش پاس میدم. خب حالا میخوام بیام اون خطوط رو اصطلاحاً رسم بکنم. حالا ببینیم این خطوط رو باید به چه شکل رسم کرد. یک راه خیلی ساده‌ای که پروسسینگ در اختیار ما قرار میده اینه که بیایم در ابتدا از تابعی تحت عنوان begin shape استفاده بکنیم، قبل از اینکه اصلا بخوایم همه این نقاط رو مشخص بکنیم و بخوایم به هم دیگه وصلشون بکنیم. بیایم تابعی تحت عنوان begin shape رو صدا بزنیم و فراخوانیش بکنیم و در ادامه بیایم به ازای هر کدوم از این نقاطی که داریم تابعی تحت عنوان vertex رو عملا پاس بدیم،
یعنی فراخوانیش بکنیم و یه سری مقادیر که همون مقادیر x و y نقاطمون هست رو بهش پاس بدیم. و در نهایت هم از تابعی تحت عنوان end shape استفاده میشه که البته نحوه فراخوانیش رو با هم در ادامه خواهیم دید. خب پس من میام چیکار میکنم قبل از اینکه اصلا این حلقه رو بنویسم، یعنی بالا سر این حلقم میام اون تابع begin shape رو فراخوانی میکنم، چرا که نمیخوام از راه حلی استفاده کنم که احتمالا سخته. راه حل سختی که به ذهنمون میرسه اینه که به ازای هر کدوم از دوتا نقاط متوالیمون بیایم یه خطی بینشون رسم کنیم که خب میتونه پیاده سازیش، یعنی حداقل تبدیلش به کد خیلی پیچیده بشه و پروسسینگ میاد این کار رو برامون خیلی آسون میکنه. من میام تابع بیگین شیپ رو به این شکل فراخوانی میکنم و هیچ آرگومانی هم بهش پاس نمیدم. خب حالا ببینیم نحوه فراخوانی تابع ورتکس به چه شکله. صرفا می نویسم ورتکس و میام مقدار x و y نقطه‌ام رو بهش پاس میدم که همون point underscore x و point underscore y هست. خب این تا اینجا کار. پس تا اینجا ما عملا انگار داریم p به علاوه 1 ضرب در q به علاوه 1 تا نقطه رو در نظر میگیریم روی محیط دایرمون به صورت رندوم. خب بعد از اینکه این نقاط رو مشخص کردیم، یعنی عملا بعد از این حلقمون باید بیایم تابع end shape رو فراخوانی بکنیم به این صورت و یک آرگومانی تحت عنوان close هم باید بهش پاس بدیم، چرا که میخوایم تمامی نقاطی که در نظر گرفتیم با یک سری خطوط به همدیگه وصل بشن به صورت خودکار و اصطلاحا یک شکل بسته ای داشته باشیم. اگر این آرگومان رو پاس ندیم به این صورت خروجیمون در نظر گرفته نمیشه، یعنی اون خطوطی که میخوایم در نهایت رسم نمیشن. پس ما اومدیم چیکار کردیم؟ یک سری نقاط رندوم روی یک دایره ای در نظر گرفتیم و گفتیم بین هر کدوم از اونها یک سری خط به صورت خودکار رسم بشه با استفاده از این سه تابعی که دیدیم: begin shape, vertex و end shape. خب این از تابع دیسپلیمون. شاید بد نباشه بریم یه دور تستش بکنیم ببینیم که این کلاس گرید ما آیا داره به درستی عمل میکنه یا نه، قبل از اینکه حتی بخوایم ادامه پیاده سازیمون رو انجام بدیم. من میام اینجا چیکار میکنم؟ میام با استفاده از تابع سایز اندازه صفحه برنامه‌ام رو مشخص میکنم که میگم 600 در 600 پیکسل باشه. خب میام متغیر تحت عنوان گرید تعریف میکنم و میخوام بیام یک اینستانس و یک آبجکت از کلاس گرید تعریف بکنم، میگم برابر بشه با گرید. حالا بعد اون سه تا اعداد رو بهش پاس بدم، مثلا میگم 20 و 20 و 40 مثلا که شعاعمون عملا 40 هست. حالا بریم ببینیم طرحمون به چه شکلی در میاد. اما قبلش باید حواسمون باشه ما اومدیم اینجا صرفا یه اینستانس از گرید ساختیم، یک آبجکت از نوع گرید، و لازم هست که بیایم متد دیسپلی رو روش فراخوانی بکنیم. حتی قبلش شاید بد نباشه مواردی مثل رنگ پس‌زمینه سفر رو هم مشخص بکنیم یا حتی مشخص بکنیم که داخل اون اشیایی که توسط توابع بیگین شیپ و اند شیپ هستن داخلشون عملا رنگ نگیرن و این موارد رو لازم هست که مشخص بکنیم. پس من میام بعد از اینکه سایز رو مشخص کردم با توابع مختلف این کارها رو انجام میدم. میام با استفاده از تابعی تحت عنوان background رنگ صفحه رو مشخص میکنم، رنگ پس‌زمینه رو، که در اینجا میام از فرمت hex استفاده میکنم و میخوام رنگ قرمز رو برای مثال بدم که همونطور که آشنا هستید با سیستم رنگی RGB به این شکله که من میخوام بیام مؤلفه R رو برابر با 255 قرار بدم و باقی موارد رو برابر با 0، یعنی این عملا قرمز مطلق خواهد بود. و میام تابع نوفیل رو هم فراخوانی میکنم که مشخص بکنه اشکالی که قرار هست با بیگین شیپ و اند شیپ رسم بشن داخلشون هیچ رنگی به خودشون نگیره. و حالا میتونیم خیلی راحت متد دیسپلی رو روی این گریدی که تعریف کردیم فراخوانی بکنیم. میگم گرید دات دیسپلی و لازم هست که اون مقادیر پی و کیو رو هم بهش پاس بدم. برای مثال من اینجا میخوام اعداد 3 و 3 رو بهش پاس بدم. خب بریم کد رو اجرا بکنیم ببینیم که خروجی به چه صورت خواهد بود. خب همونطور که میبینید در اینجا عملا میشه گفت یک دایره در نظر گرفته شده که تعدادی نقطه روی محیطش به صورت رندوم
در نظر گرفته شده و با استفاده از خطوط این نقاط به هم دیگه وصل شده. خب حالا بریم ببینیم چطور میتونیم یک جدولی از این دایره ها داشته باشیم. خب من میتونم بیام توابعی که یعنی حالا کارهایی که لازم هست برای بار اول صرفا یک بار انجام بدم و داخل یک تابع تعریف بکنم که داخل اون تابع احتمالاً توابع دیگه رو هم دارم فراخوانی میکنم. خب توی پروسسینگ میشه تابعی تعریف کرد تحت عنوان ستاپ که با استفاده از اون میشه این مقدار دهی های اولیه رو انجام داد. ولی خب اگر هم لازم نباشه که طرحمون رو عملا تغییری درش اعمال بکنیم بعد از اینکه برنامه اجرا میشه، نیازی به انجام این کار نیست. خب ما هم از این حالت میتونیم صرف نظر بکنیم، یعنی تابع ستاپ رو تعریف نکنیم و کد ها رو مستقیما همینجا بنویسیم. خب حالا بریم ببینیم چطور اون جدوله رو باید مشخصش بکنیم. خب در ابتدا من باید بیام اون پدینگی که داشتم رو لحاظ بکنم، ببینم که سایز یا حالا اون شعاعی که هر کدوم از دایره هم دارن چقدر هست. در اینجا دیدید من برای مثال اومدم عدد 40 رو پاس دادم که بگم شعاعش 40 پیکسله، ولی خب من میخوام بیام این مقادیر رو بر اساس مقدار پدینگ و اندازه صفحم، ابعاد صفحم مشخص بکنم. خب میتونم بیام چیکار بکنم؟ میتونم بیام یک آر تعریف بکنم که شعاع همه اون دایره ها قرار هست باشه، یعنی اون دایره ها شعاع همشون قرار یکسان باشه. خب ببینیم چطور باید این رو محاسبه بکنیم. ما گفتیم که یه جدول 12x12 قرار هست داشته باشیم و از دو طرف هم قرار 20 پیکسل فاصله بگیریم. پس من باید بیام چیکار بکنم؟ حالا اگر صرفا محور افقی رو در نظر بگیریم، من باید از سمت چپ و سمت راست 20 پیکسل فاصله بگیرم. بنابراین در کل باید 40 پیکسل اختصاص بدم به این پدینگی که سمت راست و سمت چپ هست. و در ادامه بیام چیکار بکنم؟ اون بخشی که باقی میمونه که حالا در اینجا خب ابعاد صفحه‌م 600x600 پیکسل هست، اون 560 پیکسلی که باقی میمونه رو باید بیام به 12 بخش تقسیمش بکنم، چرا که تعداد ستون هام یا همون مقدار M برابر با 12 هست. خب پس میتونم بیام خیلی راحت این R رو تعریف بکنم. میگم بیا چیکار بکنم؟ بیا width که متغیری هست برای دریافت عرض صفحه، width رو بیا چیکار بکن؟ منهای دو برابر پدینگش بکن که عملا همون پدینگ از چپ و راست هست، و بیا در نهایت عددی که حاصل میشه رو تقسیم بر امش بکن که تعداد ستون هامه. پس این میشه شعاع هر کدوم از اون دایره ها. خب حالا میام چیکار میکنم؟ حالا میخوام بیام این گرید هایی که باید ساخته بشه رو در این لیست تحت عنوان گریدز وارد بکنم. میام از دو تا حلقه تو در تو استفاده میکنم در اینجا. در ابتدا میگم for i in range n، چون n تا سطر داشتیم، و حالا میخوام بگم به ازای هر ستون از این سطر، پس میگم for j in range m، که در اینجا ما عملا اومدیم دو تا حلقه رو به صورت تو در تو نوشتیم. حالا من میخوام بیام grids اندیس i و j رو مقدار دهی بکنم، یعنی grids توی سطر آیامش و توی ستون jیامش. سینتکسش به این شکله: grids اندیس i و اندیس j. خب همونطور که میدونین grids اندیس i خودش یه لیستی هست که قراره یه لیستی از آبجکت ها باشه، و من در اینجا گفتم jیومی مقدار داخل این لیست رو قراره مقدار دهی بکنم. خب میگم که یه اینستنس جدید یک آبجکتی از نوع کلاس grid باشه. خب حالا ببینیم مقادیر x و y و اون شعاعی که باید پاس بدیم به چه شکله. خب شعاع رو که در اینجا داریم، البته حواسمون باشه این آری که در اینجا تعریف کردیم در واقع قطر دایره هایی هست که قراره رسم بشن. در واقع ما گفتیم دو برابر پدینگ از عرض صفحه‌مون کم بشه و اون مقدار که باقی میمونه تقسیم بشه بر تعداد ستون هایی که داریم. ولی خب میدونیم این قاعدتا به ما در نهایت قطر اون دایره ها رو میده. حالا میشه این رو برای افزایش خوانایی کد و حالا برای اینکه ابهامی پیش نیاد رینیمش بکنیم، اسمش رو تغییر بدیم به دی که مخفف معادل انگلیسی قطر توی انگلیسی هست. خب من میخوام بیام ایکس و وای و اون قطر و اون شعاع رو عملا پاس بدم به کانستراکتور گرید.
خب ببینیم مقدار X و Y باید به چه شکل باشه که عملا همون گوشه بالا سمت چپ هر کدوم از دایره هم قرار باشه. خب یه نکته هم اینجا خوبه بهش اشاره بشه، اینم اونه که توی گرافیک رایانه‌ای به این صورت هست که با افزایش مقادیر X توی صفحه مختصات من به سمت راست حرکت میکنم، اما محور عمودی ما برعکس هست، یعنی با افزایش مقادیر Y من به سمت بالا حرکت نمی کنم بلکه به سمت پایین حرکت می کنم. خب حالا مقدار X مون به چه شکله؟ من باید بیام اینجا پدینگ رو لحاظ بکنم. برای X من باید بگم خب بیا به اندازه پدینگ پیکسل به سمت راست، و حالا بیام چیکار بکنم؟ بیام ببینم که خب الان توی کدوم سطر یا ستون قرار گرفتم. حالا قراره برم به سمت راست، اینجا مقدار J اهمیت پیدا میکنه که همون شماره ستون من هست. پس من میام اول پدینگ رو مینویسم، بعد اینو جمعش میزنم با J برابر هر کدوم از اون قطرهایی که دارم که میشه J ضرب در D. خب و مشابهش رو برای Y مینویسم، میگم پدینگ ضرب در I، از خواهی میکنم پدینگ به علاوه آی ضرب در دی، یعنی به اندازه پدینگ بیا پایین و در ادامش هم به اندازه آی برابر هر کدوم از اون قطرها هم باز بیا پایین، که خب میدونیم توی سطر و ستون شماره صفر که بالا سمت چپ اون جدولمون خواهد بود، من صرفا به اندازه پدینگ پیکسل میام به سمت راست و به اندازه پدینگ پیکسل میام به سمت پایین، و میخوام شعار رو پاس بدم. میدونیم شعاع هر دایره برابر با نصف قطرشه، پس من میام دی دوم رو اینجا بهش پاس میدم. خب حالا میخوایم ببینیم چطور این تابلوی دیسپلی رو روی هر کدوم از این گریدها فراخوانی بکنیم. عملا روی همین گریدی که ساختیم بیایم این متد رو فراخوانی بکنیم. خب دو راه وجود داره. یه راه اینه که من همینجا بیام بگم تابلوی دیسپلی روی گرید اندیس آی و جی فراخوانی بشه، یا را همینه که نه من بیام مجدداً این دوتا حلقه تو در تو رو در ادامه کدم بنویسم و اونجا فراخوانیش بکنم. این دیگه بستگی به خودمون داره و سلیقه ای هست. حالا من برای اینکه بخش مقداردهیمون با بخش نمایشمون عملا توی دو تیکه مختلف از کد قرار بگیره، میام اون حلقه ها رو در اینجا مجدداً تکرار میکنم. خب حالا صرفا کافیه که بیام به ازای این آی و جی روی گریدز آی و جی تابه دیسپلی رو فراخوانی بکنم و به جای پی و کیو صرفا همون آی و جی رو پاس میدم به این صورت. خب حالا خوبه که بیایم اون کدهایی که از قبل نوشته بودیم برای رسم یکی از این دایره ها به صورت تستی رو حذفش بکنیم از برنامه‌مون، که عملا اینجا بود اگر خاطرتون باشه. خب من میام این کد رو حذف میکنم و در نهایت با اجرای برنامه انتظار داریم که نتیجه به همون صورتی که گفته شد در بیاد. خب من میام کد برنامه رو اجرا میکنم ببینیم خروجیمون به چه شکل هست. خب همونطور که میبینید چنین طرحی در نهایت برای ما حاصل میشه، که همونطور که میبینید هر کدوم از این اشکالی که هستن در واقع یک سری نقاط روی یک سری دایره هستن، که البته ما این دایره ها رو مشاهده نمیکنیم، ولی روی محیط هر کدوم از این دایره ها یک سری نقاط حالا با تعداد مشخصی که وابسته هست به شماره سطح و شماره ستونمون، یک سری نقاط به صورت رندوم در نظر گرفته شده توی زوایای رندوم، و در نهایت اون نقاط به هم دیگه با استفاده از یک سری خطوط رسم متصل شدن و شکلمون رسم شده، و میبینیم هر چقدر که به سمت پایین حرکت میکنیم شکلمون شلوغتر میشه، چرا که نقاط بیشتری روی محیط دایره در نظر گرفته شده. هر چقدر به سمت راست هم حرکت میکنیم باز این اتفاق میفته، چرا که همون مقادیر P و Q که داشتیم افزایش پیدا میکنن و در نهایت نقاط خیلی بیشتری روی محیط دایرهمون در نظر گرفته میشه. خب تا اینجا دیدیم که چطور میتونیم با استفاده از پروسسینگ یک طرحی به این شکل رو پیاده سازیش بکنیم، و تعداد خطوطی هم که برای پیاده سازی چنین طرحی داشتیم خب واقعا خیلی کم هست، و خب میشه کارهای دیگه هم با این طرح انجام داد. مثلا بگم زمانی که کلیک شد روی صفحه این طرح مجددا رسم بشه با نقاط رندوم دیگه، و در این موارد دستمون باز هست و خب این موارد کاملا سلیقه‌ای هستن. این بود از طرحی که با هم دیگه دیدیم و پیاده سازیش کردیم بر پایه مفاهیم شیء‌گرایی و توابع مثلثاتی.
موفق باشید. چنل اینورس رو سابسکرایب کنید.